اگه بخوام اطلاعاتی در مورد پروسس های سیستم داشته باشیم، میتونیم از ابزارهای مختلف استفاده کنیم. یک از این ابزارها تسک منیجر. واسه اجرا کردن تسک منیجر شما میتونید تسک بار راست کلیک کنید و تسک منیجر رو کلیک کنید، یا میتونید از دکمه های ترکیبی کنترل شیفت اسکیپ استفاده کنید. تو صفحه که باز میکنه براتون، چون هیچ پروسسی در حال اجرا در حال حاضر تو سیستم فعلی خودم ندارم، یه صفحه خالی بهتون نشون میده که اینجا طبیعتا لیست پروسس ها قرار میگیره. مثلا اگه من بخوام بیام یه پروسسی مثل وین دی بی جی رو اجرا کنم، اینجا وین دی بی جی رو به هم نشون میده و شاید خیلی اطلاعات خاصی به ما نده. اگه بخوام اطلاعات بیشتر دقیق تری داشته باشیم، ما دیتیلز رو میزنیم و وارد تب دیتیلز میشیم. تو تب دیتیلز یه سری اطلاعات جزئی تر از هر پروسس به ما نشون میده، مثل پی آی دیش، استاتوسش، یوزر نیم، سی پی یو و مواد مختلف دیگه که در مورد اکثر اینها با هم دیگه تو فصل‌های بعدی صحبت میکنیم. اگه بخوایم یه سری اطلاعات دیگه ای هم از پروسس ها داشته باشیم، میتونیم راست کلیک کنیم و سلکت کالم رو بزنیم و اینجا میتونیم فیلدهای دیگه ای رو به صفحمون اضافه کنیم. مثلا من هندلز و ترد اضافه میکنم که این هندلز و ترد چیزی که نشون میده که مثلا به فرض یکی از پروسس های ما مثلا السس چند تا هندل داره و چند تا ترد داره. اما معنی استاتوسی که اینجا میبینین چیه؟ اگه بناتون یوزر اینترفیس یا همون یو آی نداشته باشه، خیلی از اوقات حالت رانینگ هست که حالا شما بعضی از پروسس ها رو اینجا میبینین و اگه یه اتفاق خاصی واسش افتاده باشه یا خودش اومده باشه تابع انتی ساسپند پروسس رو صدا زده باشه، میره تو حالت ساسپندد. ولی اگه برنامه تو یو آی داشته باشه و یو آیش هم ریسپانسیو باشه، یعنی بتونه از یوزر اینپوت دریافت کنه، استاتوسش میشه رانینگ. ولی اگه به هر دلیلی مثلا یه کار سی پی یو اینتنسیو داشته باشه یا یه ویتی داره انجام میده، اگه مسئله واسش پیش اومده باشه که یو آی نتونه با کاربر ارتباط برقرار کنه، میره تو حالت نات ریسپاندینگ. اما یه حالت دیگه ای داره به حالت همون حالت ساسپندد که واسه نرم افزارهایی که یو آی هم دارن این مورد ممکنه پیش بیاد. اگه من بیام یه ویندوز اپی مثل کلک رو اجرا کنم، خب از اینجا هم کلک رو انتخاب کردم. اگه این ویندوز اپ هم که اینجا فعلا کلکمون هست تو حالت فورگراند باشه، یعنی تو جلوی تصویر باشه که ما داریم مشاهدهش میکنیم، حالتش حالت رانینگ میشه. ولی اگه من اینو بیام درجه مینیمایزش کنم، شما به این حالت مقدار استاتوس نگاه کنین، میاد حالت ساسپندد قرار میگیره. اتفاقی که واسش میفته اینه که OS اینو میذاره تو حالت ساسپندد که از منابع سیستم استفاده نکنه. کجا این خیلی کاربرد داره؟ خیلی واسه اون دیوایسایی که منابع کمتری دارن یا باتری ضعیف‌تری دارن، مثل تبلت‌ها و گوشی‌ها، این مورد خیلی خیلی به درد اونجا می‌خوره.